تشنم تشنه دیدار، و تو از دست رس من دور، تو به چشم جمله جاریم تو چشمه نو، در وای تو پریدا آبسر اگرک جو شانو جلالا رسم عاشقی چه باشم از تو پر هر نفس من در میانه همه کس بی قسم من تو کس من بی قسم من تو کس من بی قسم من تو کس من دروای تو پریدا آبسر اگرک جونا بی خیال تو دمیا زندگانی نتوانا بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بیننده‌های عزیز، در برنامه رسم عاشقی خوش آمدید و مانند هر روز برایتان سوال روز را میخوانم. با جا آوردن نماز تراویح در ماه مبارک رمضان چه حکمی دارد؟ الف فرض هست، ب سنت، جیم واجب، دال مستحب، کدام یکی درست هست؟ برای ما به شماره 729 فقط برای ما ارسال بکنید. و امروز روی یک موضوعی میخوایم صحبت بکنیم که مهمانایی داریم که شاید به نظر شما این موضوع و ارتباط این موضوع و مهمانای ما، البته یک نفرشان، برای شما عجیب باشه، ولی نکته بسیار بسیار مهمی رو در این برنامه اشاره خواهیم کرد. جناب آقای شفیع الله فارق، آگاه مسائل دینی، در برنامه با ما هستن. ایشان را خوش آمدید میگیم. جناب آقای یونس بخشی، مسئول انجمن نجوم افغانستان، با ما هستن در برنامه. ایشان را هم خوش آمدید میگیم. عبدالمبین جان نوجوان هستن 16 ساله که حالا ایشان هم به سن تکلیف رسیدن و میخواین با ما صحبت هایی داشته باشن. قاری صاحب عبدالمالک، قاری قرآن کریم، به ایشان هم خوش آمدید میگیم. و در ابتدا از قاری صاحب خواهشمند هستیم که تلاوت آیه 13 سوره اعراف را برای ما قرائت بکنند که ما هم برنامه را آغاز بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا
صدق الله العظيم. سپاسگزار هستم جناب آقای قاری صاحب عبدالمالک و بیننده‌های عزیز، همچنان که شما در این سوره و در این کلام خداوند شنیدین، درباره متکبرین میگفتند و موضوع برنامه امشب ما هم درباره تکبر هست، این که تکبر چی است در انسان‌ها. حالا یک نگاهی میندازیم پیش از این که به بحث بپردازیم با بخش آشپزخانه. سلام دوستان عزیز و عصرتان بخیر، خوش آمدین. بشیر جان، امروز میخوای برتون یک سمبوسه پخته کنه، اما متفاوت است. میخواین که داخل داش پخته بکنن. و دوستان ما که از روغن پرهیز هستن، کوشش بکنن که اکثرا غذاها را داخل داش پخته کنن. بشیر جان، فکر کنم امروز میخوای که زیاد سمبوسه پخته کنن، بخاطر اینکه خمیر زیاد از زیر دستتان. بله، خوب با تقدیم سلام خدمت شما عزیزا، بخاطر اینکه مهمانای عزیز هم است و چهار طرف دوستای ما هم زیاد است، بخاطر باید یک سمبوسه. این طرفا نگو، اون طرفا بگو. این طرف، اون طرف، هر طرف هست. خب، کمره اون طرف هست. بله. بله. خب، مشکل همیشه گیست که بعضی از پیش ما اشتباه میشه دوست عزیز. ما میخوایم که اون طرف سعی کنیم که دوشاره میشه دوباره این طرف. خب، سمبوسی که امروز آماده میسازیم داخل داش آماده میشه، همراه با گوشت مرغ هست، سبزیجات هست که همیشه یک جا میسازیم، داخل داش سرخ میکنیم یا آمادهش میسازیم که بسیار شکل آسان هم داره، میتونیم بسیار آسانی آماده بسازیمش. و موادی که استفاده میکنیم، هر سبزیجات، هر گوشتی که خواستیم میتونیم که داخلش پر کنیم و داخل داش آماده بشه. بله، خب شما گوشت را که انتخاب کردین، گوشت مرغ است همراه با کمی ترکاری، یعنی ترکاری را که هر ترکاری خود ما خوش داشتیم میتونیم که با گوشت مخلوط بکنیم. بله، هر ترکاری که علاقه داشتیم میتونیم از اون ترکاری استفاده کنیم، میتونیم همراه با گوشت و کوفته هم آماده بسازیم و میتونیم که همراه با سبزیجات هم آماده بسازیم. طبعا. خب دوستان عزیز، بشیر جان هم مصروف آماده ساختن خمیر هستن. دیگه کم کم خمیرم آماده میشه و در ضمن از دوستان عزیز، وقتی خمیر میخواستیم آماده بکنیم، کوشش بکنیم که کاملا خوب مخلوطش بکنیم، به خاطر اینکه بعضی دوستان ما که میخواین بعضی از خمیر تزیین جور بکنن، مثلا سمبوسه رو میخواین که دیزاین بدن، شاید برشون مشکل باشه اگر درست خمیر نشه. بشیر جان مصروف آماده ساختن کارهای خود هستن و سوراب جان میخواین که بحث ادامه بدن با مهمانشان. سپاسگزار هستم. میخوایم روی همون موضوع برنامه بپیچیم و صحبت بکنیم، روی همون تکبر. در ابتدا میخوایم آقای یونس بخشی برای ما بگویند که آقای یونس بخشی، در کل این تکبر را شما چی تعریف میکنید در زندگی؟ به نام آفریدگار کائنات، به نام آفریدگار عظمت و زیبایی و خوبی ها، من به عنوان یک منجم و کسی که با جهان هستی آشنایی داره، من از دیدگاه خود میخوایم با موضوع تکبر برخورد کنم. تکبر یا خود بزرگبینی یا غرور یا رضایت کاذب از خود، فکر کنم تمام اینا کلماتی هستن که یک حس در انسان تداعی میکنه و هم ای است که تمام کارهایی که من میکنم به این معنا که خوب هست و دیگران نقص دارن در کار خود، و یا کارهای من همهش درست انجام میشه، در راه درست قرار دارم، اما دیگران به قول معروف ریگ در کفش خود دارن. اما اگر یک نکته ما در ماه مبارک رمضان هستیم و ببینیم، و همیشه در ذهن ما این سوال وجود داره که چگونه با تکبر و یا حس خود بزرگبینی ما باید مبارزه کنیم، چطور میتونیم این حس نادرست از وجود خود پاک بسازیم، بخصوص که اصرار دارن که در ماه مبارک رمضان هستیم، درهای رحمت در آسمان ها باز است و هر گونه نیایش شما و بخصوص آرزوهایی که دارین، دعاهایی که دارین مستجاب میشه. اما متاسفانه با اون هم در کشور ما حس تکبر وجود داره. به نظر من اولا که متاسفانه در افغانستان و در اکثر کشورهای اسلامی مردم وقتی که عبادت میکنن و با نیایش به خداوند رجوع میکنن، هرچند که در جریان عبادت حس فرو افتادگی و خضوع در خود میبینن، به محض که عبادتشان تمام میشه یک حس رضایت کاذب در خیلی ها ایجاد میشه و فکر میکنن که من رسالت و یا وظیفه خود انجام دادم، دیگه من مسئولیتی ندارم، و این در نهایت حس بزرگ غرور را در وجود انسان ایجاد میکنه. اجازه بدین که از آقای فارغ هم بپرسیم که در قرآن کریم درباره تکبر چند بار به تکرار یاد شده و همچنان درباره تکبر برای انسان ها چه چیزی گفته شده؟ آیا این تکبر برای انسان ها خوب هست یا به چه اندازه باید باشد؟ الحمدلله، الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا، اما بعد،
عرض سلام و ادب می‌دارم به حضور همه شنوندگان و بینندگان گرامی و بعد اگر رضای الله متعال باشد ما و شما صحبت میکنیم راجع به تکبر از دیدگاه قرآن و از دیدگاه محمد معظم صلی الله علیه و سلم، چون که تکبر یک موضوع مهم است و تکبر یکی از گناه های کبیره است، بلکه از گناه های است که بسیار در رویداتش شدت قرار گرفته. دیگر آیت شریف را که برایتون تلاوت کردم، الله متعال خودش برای ما یک الگو و یک گزینه را نشان میده. در آیت شریف در قرآن زمشان الله متعال میفرماید که ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. الله متعال میفرماید که ولا تمشی فی الارض مرحا، تو سیر نکو، گردش نبکو در زمین به شکل تکبر، به شکل فخر، به شکل خودبینی. اینکه بیشک تو که هستی لن تخریق الارض، تو که هست پاره نمیتونی زمین ده، یعنی زمین را مورد تهدید قرار داده، نمیتونی که تو زمین پاره بکنی، سر زمین فشار بری. ولن تبلغ الجبال طولا، او دیگر تو رسانده نمیتونی، نمیرسی در جبال، در کوها به طولش. دیگر ای بوده گزیدگاه قرآن از میشان. سپاسگزار هستیم. ما باید یک وقفه بگیریم و برگردیم به بحث ما. بیننده های عزیز، برنامه رسم موسیقی رو فراموش نکنید. بله بیننده های عزیز، حالا دوست دیگر ما اینجا هستن با ما، عبدالمبین جان، نوجوانی هستن که سنشان 16 سال است و یک سری صحبت هایی برای ما دارن، صحبت های قشنگی دارن در باره ماه مبارک رمضان. عبدالمبین جان، شما 16 ساله هستید و دو سال حالا میشه که پی در پی یعنی روزه میگیرین. بسم الله الرحمن الرحیم. در اول عرض سلام احترام خدمت شما، خدمت میمانای عزیز و تمام بیننده عزیز تلویزیون یک و بخصوص اوی اشخاصی که امین اکنون به طور زنده از طریق برنامه رسم موسیقی ما را تماشا میکنم، تقدیم میکنم. و مدت 3 سال میشه، سال 3 است البته که در رمضان به طور کامل روزه میگیرم و به عبادات پروردگار رسیدگی کرده میتونم و تا حد توان خود البته، و بسیار خوش هستم از اینکه خداوند انقدر توان قدرت دیره بر من بخشیده تا بتونم روزه بگیرم، به عبادات پروردگار رسیدگی کرده بتونم و تا حد توان خود به اعمال نیک و کارهای نیک و شایسته دست بزنم. بالاخره ثواب این ماه مبارک رمضان از نظر خودت، از دیدگاه خودت چی هست؟ چه چیزی را در آخر این ماه به دست میاری که تو را آرام نگه میداره، تو را میتونه که راحت نگه داره؟ سوراب جان، از نظر من فقط کسب رضایت پروردگار است و در جستجوی همی هستم که خداوند همیشه وقت از من راضی باشه. این رضایت خداوند را تا حالا حس کردی؟ میتونی حس بکنی؟ البته از لحاظی که من امیدها یا آرزوهایی که دارم خداوند کم کم لایق دیده و میتونم برسم به او ادا روزهایم، از این لحاظ کم کم درک کردیم و احساس میکنم که خداوند مرا دوست داره و دعای من اجابت میکنه. خیلی زیبا، احسن. خب دوستان، فکر میکنم که ما باید با آقای لیاقت صحبت کنم. خب بله، فراموش نکنم بیننده های عزیز که دکتر شفیق الله نیز در برنامه با ما هستن، ایشان را هم خوش آمدید میگیم و در ادامه صحبت ها میخوایم که بیننده های عزیز به شما هم یک پیامی بفرستم، که این که شما میتونید با ما تماس بگیرید به شماره 0791 300 500 654، این شماره تلفن ماست. اگر دوستان ما در روی صفحه انداختن میتونید تماس بگیریم و امروز دکتر صاحب درباره حفظ صحه دندان و دهان صحبت میکنن در ماه مبارک رمضان. با چه مشکلات مواجه هستید میتونید تماس بگیرید و جواب را از دکتر صاحب بشنوید. دکتر صاحب، در ابتدا فقط خیلی کوتاه میخوایم از شما بشنویم که یک روزه‌دار، یک مسلمان چگونه میتونه در ماه مبارک رمضان حفظ صحه دندان و دهان خود را طور نگه بداره که مزاحمتی به مثلا اطرافیانش، به دیگران نرسه.
تشکر. به نام یاد خدا و با عرض سلام خدمت شما بیننده عزیز تلویزیون یک. افضل سه جوفدن نه تنها در رمضان بلکه در هر وقت میشه که یک شخص مراد بکنه افضل سه جوفدن و از همچنان از بوی دعا نخواد، خصوصا در ماه مبارک رمضان یک بخصوص بر روزدار یک نوع بزدانش بوی پیدا میشه، خصوصا نزدیکای دیگر و نزدیکای افطار که او نزد خداوند بسیار یک مقام داره و جایگاه خاص داره و او خودش و او روزدار. در قسمت افضل سه و نگهداری و بوی دهنش میتونه روزدار و قسمی که در دیگر وقتها استفاده میکرد از برس و کریم دندان، میتونه در ماه مبارک رمضان هم بعد از غذا دندان خود برس بکنه و افضل سه را مراد بکنه. چه قسمی که شب افطار میکنه و بعد از اینکه غذا را نوشان کرد میتونه کریم و برس که استفاده میکنه بعد از غذا، بسیار خوب است که غذایی که نوشان میکنه قسمت های بین دو دندان و قسمت های بیره خصوصا جای خالیگاه مواد جاگزین میشه و خود قسمت سطح جوینده اینجا باقی میمانه، میتونه که با کریم و برس امور دوباره میتونه پاکوری بکنه و همچنان از نخ دندان یا تار دندان میتونه که جایی که برس نمیرسه درست استفاده بکنه، از خرابی و همچنان بوی دهان خود جلوی کنه. و اگر نمیتونه یک نوع کسالت در رمضان دیده باشین از شخص پیدا میشه نمیتونه که برس بکنه، میتونه از روزانه از مسواک استفاده بکنه. بله، مسواک فوایده که داره بوی باز دهان از بین میبره. این در طول روز اگر نظر مولوی صاحبم در این رابطه میپرسیم که در طول روز اگر از مسواک استفاده بکنم آیا روزش باطل میشه، مکروه میشه، چه حکمی داره مولوی صاحب؟ بلکه مسواک زدن خودش خو سنت است، او بگیم که یک چانس خوب دیگری است که در ضمن سنت بودن مسواک استعمال کردنش در رمضان یک عمل مستحب، یک عمل خوب است. در طول روز مشکلی نداره؟ نه انشالله چیزی مشکلی خب نداره. استفاده کردن از خود همین برس دندان با خمیر دندان چگونه است؟ برس دندان و کریم دندان اینا یک سلا تحقیقات و بحث داره، از شرط اولی ضروریش میسته که بعد جوهردار نباشه. بله جوهردار نباشه. بله سیمان جوهردار. در غیر از اون مکروه میشه؟ در غیر از اون دیگه بازون چی میشه روزه را مکروه میکنه. سپاسگزار هستم. دوست دیگر ما حمید آرش، حمید آرش که تخلصشان آقای لیاقت هست، با ما از کشور اندونزیا در ارتباط هستن. آقای آرش صدای ما رو میشنوین؟ بله جان، سلام خدمت شما و سلام خدمت بینندگان تلویزیون یک و تشکر از اینکه شما وقت دادین و ما تا بتونیم از ملک غربت چیزی که شما خواسته باشین برای شما بگویم. سپاسگزار هستم. در اندونزیا حالا فکر میکنم که 20 روز یا بیشتر از 20 روز از ماه مبارک رمضان گذشته، در اونجا حال هوای رمضان چگونه هست جناب آقای آرش؟ تشکر، زنده باشین. شما میدونین که اندونزیا یکی از کشورهایی هستن که از لحاظ منابع طبیعی و همچنان یک مرکزی تجارتی است و در مجموع در ماه مبارک رمضان قیمت مواد غذایی خیلی خوب می باشد، یعنی قابل درک است، یعنی ما می تونیم که مواد غذایی را خیلی با قیمت نازل دریافت کنیم و در مجموع در اندونزیا که یکی از بزرگترین کشورهای اسلامی در سر دنیا به شمار می رود این رمضان بسیار به شکل معمول و به شکل عادیش جریان داره و مردم خیلی خوشحال است و بسیار با حالت خوب اینا از رمضان و از روزدارا قدردانی میکنن و همچنان فرهنگی که اینا دارن در ماه مبارک رمضان، اینا مردم ها ساعت نزدیک به افطار و نزدیک به شام اینا همه مردم صدقه جور میکنن، دیگ میکنن و غذا پخته میکنن و در صدقه میبرن و برای مردم صدقه میدن که در دوشنبه قبل بعد وقتانه در یکی از مرکزی که اینا صدقه تقسیم میکنن، یعنی توزیع میکردن صدقه، اونجا یک حادثه ترافیکی رخ دادن که بیش از 22 روزدار آنجا شهید شدن و در مجموع حالت خوب جریان داره و مواد غذایی خوب است. بله سپاسگزار هستم. هوا گرم است، یعنی قابل چی است، زیاد نی گرم است و نی زیاد معتدل است، یعنی بین درجه حرارت بین 28 تا 30 درجه می باشد. سپاسگزار هستم جناب آقای آرش، انشاءالله که بتونیم با شما بیشتر و بیشتر صحبت بکنیم. برعکس سیستم اقتصادی که در کشور ما حاکم هست، در اندونزیا چنانچه شما هم شنیدین قیمت مواد خوراکی در ماه مبارک رمضان کاهش می‌یابد. خب بعد از یک رفت آمد برمیگردیم بیننده‌های عزیز. و
وجه آوردن نماز تراویح در ماه مبارک رمضان چه حکمی دارد؟ سوال روز ما هست. الف فرض، به سنت، جیم واجب، دال هم مستحب. شما سوال را میتونید بخونین و با یک ذهن آرام به این سوال ما جواب بدین و فقط همون حرف الف به جیم دال را برای ما به شماره 729 اسمس بکنید. موضوع امشب ما بر روی تکبر بود، همون تعریف که جناب آقای بخشی کردن، اینکه بزرگبینی و همون حس رضایت از خود. جناب آقای بخشی، برمیگردم روی همین بحث، دیدگاه شما نسبت به همین حس رضایت چی هست؟ یعنی از خودبینی یا همون حس کاذبی که در انسان ها به وجود میاد در رابطه با اینکه منم و منم؟ من به عنوان بازم میگم که در نوبت اول صحبت بسیار کوتاه بود و ما نتونستیم به موضوع بپردازیم. میخوایم که با استفاده از یک موضوع نجومی و یک تحقیقی که تازه انجام شده حدود 10 روز قبل و با نشان دادن کوچکی و ناچیز بودن حقارت زمین، ما به موضوع تکبر بپردازیم. یعنی ما تا زمانی که تصور درستی از جایگاه خود در عالم نداشته باشیم و تصور از بزرگی جهان نداشته باشیم، ما فکر می‌کنیم خود هر انسان بزرگ فکر می‌کنه و خود در سرنوشت عالم موضوع مطرح می‌دونه. اگر همکاران تکنیکی هم عکس را که باید. هفته پیش، یعنی حدود 10 روز قبل، شما ببینید طرف سمت چپ تصویر، سفینه فضایی کاسینی که در حدود 1.5 میلیارد کیلومتر دور از زمین به دور سیاره زحل در گردش است، کمری خود به سمت زمین دور داد و یک عکسی از زمین گرفت. شما در قسمت چپ زیر حلقه های زحل زمین رو میبینید که یک نقطه بسیار کم نور، بسیار با مشکل میشه ما تشخیص بدیم. این سیاره ماست، این جایی است که من و تو و تمام انسان ها 7 میلیارد انسان در روز زندگی میکنیم. یعنی اگر اندکی از این فاصله دورتر بماریم، نه تو مانی و نه من و هیچ اثر از انسان در روی زمین، حتی از سیاره زمین و ماهش نمونه. بنابراین وقتی که ما زمین ما چنین کوچک است، وقتی که این همه جهان بزرگ هست، پس به اون صورت من فکر میکنم که ما و شما هیچ چیز هستیم در برابر جهان هستی و در برابر آفریدگار هستی و در برابر این عظمتی را که خداوند یا آفریدگار عالم هست کرده. من به عنوان منجم بازم میگم که قصد دارم از این عکس کاسینی یک استفاده خوب کنم در کشور ما، تا اینکه حس کاذب خود بزرگبینی و غرور بخصوص در بین افرادی که نقش در سرنوشت شما دارن، یعنی برای سرمایه سیاست مداران و انسانهایی که در سرنوشت کشور نقش داره، این عکس توضیح کنیم و برشان بگیم که یک لحظه به عکس خیره شوین، یک لحظه ببینین به عکس. آیا شما میتونین خود تفکیک کنین و نشان بتین بر روی از این نقطه که بدون شک ما اصلا غیر انسان غیر ممکن است که خدا نشان بده؟ بله، سپاسگزار هستیم. بیننده های عزیز، در ادامه توجه بفرمایید یک بار دیگر به سوال روز، چون وقت کم هست و شما باید یک جواب به ما بدین. بجا آوردن نماز تراویح در ماه مبارک رمضان چه حکمی دارد؟ الف فرض، به سنت، جیم واجب، دال هم مستحب. کسانی که برنده میشن فقط یکی از این حرفا را فقط برای ما اس ام اس بکنن به شماره 729. اونی که درست است، الف به جیم دال، کدام یکی؟ در آخر برنامه هم برای شما حرف درست یا جواب درست را برای شما خواهم گفت. جناب آقای فارق، میخواییم بپردازیم به این که اثرات بد این تکبر یا خودبینی در زندگی انسانها چی هست؟ اجازه بدیم که یک نگاهی بندازیم به آشپزی و همکاران هم میگن که اونجا ببینیم چه چیزی پختن بانو بهشته و همچنان بشیر جان. با شما هسته. تشکر سراب جان. بشیر جان هم اینمیجه یک بولانی بسیار کلان پخته کردن. بشیر جان، ای سمبوسه است یا بولانی کدامش؟ البته ای سمبوسه داشتیست، اما قدر کلان میباشه؟ خود داخل داشت کامده ساختیم، نمیشه خورتره کامده کنیم. خیلی هر روز همی قسم سمبوسه شما آمده بسیدین داخل داشت، درست است؟ بشیر هر روز؟ بخاطر که زیاد کلان است. اما یک دانه است یا دو دانه؟ چطور؟ خب چند دانه آمده ساختیم، چند شکل آمده ساختیم. خب دو دانش داخل داشت ماندیم آماده شد و یه هم سیامش هست. یه چیز که بروش میخواین چرب کنین؟ تخم مرغ است، همراه با زردچوبه یک مخلوط کردیم تا یک رنگ بسیار خوب داشته باشه و یک جلاش خاص داشته باشه. بعضی نانها و کلچه ها هستن که رنگ بسیار مقبول می داشته باشن، یعنی رنگ طلایی می داشته باشن و در ضمن از یک جلای خاص می داشته باشه. میتونید دوستایی که شما تخم مرغ مخلوط بکنین همراه با زعفران یا زردچوبه، بعد از اون میتونید که داخل داش بکنین، اما قسم یک رنگ بسیار خوب برای خود میگیره. یا همین تاثیر می باشه که شما امروز جور میکنین؟ بله، به این شکل می باشه که بعد رنگش تغییر بدیم. خب اگر خواستیم میتونیم که همراه با تخم مرغ هم جلایش بکشیم، میتونیم که همراه با تخم مرغ کمی که روغن اضافه کنیم و بعدن
بله. خب موادی که داخل این غذا اضافه کردین کاملا پخته شده بود که جواری هم اضافه کردین و بعضی سبزیجات و همراه با گوشت بود. بله، گوشت مرغ بود، سبزیجات بود که هر سبزی که ما علاوه خودشیم داخلش میتونیم میده میده بدستون بندازیمش که زردک بود همراه با مرچ دلمه، پیاز، گشنیز و همچنان بعضی مواد دیگه است که همراه با مصالحه جمع مخلوط کردیم. و البته روبه حتی هم فراموش تانش هم میتونیم که از این روبه بسیار خوشمزه هم رنگ غذا رو تغییر بدیم و هم مزه خاص داشته باشه. به شکل باز کردنش هم آسان است، ما میتونیم که بسیار آسانی بازش کنیم و همچنان به خاطر از اینکه یک بار استفاده کنیم بار بار استفاده کرده بتانیم میتونیم همراه با سرپوش پلاستیکیش هم بله سرپوش اولش میتونیم پس کنیم و دومیش بانیم و داخل یخچال باشن. خب زیرو بام میتونیم استفاده کنیم دوستان، به خاطر اینکه رنگ غذا تغییر بدیم، رنگ بسیار خوب بر غذا میده و غذای پشیجان هم دوستان عزیز آماده شده و داخل داش میخواین بانن. دیگه کارش خونه مانده، دیگه کارش مانده، صرف همرا با مرچ چند خطی مندازیم که هر خط از کمی سیادان هم بندازین خوب تر میشه. بر هر نفر از سیادان هم بندازیم. اگه داش پس خانه باشه اضافه کنین خوب تر میشه. خب آشپزخانه که مجهز باشه همه چیز باشه. بله بشه جان مجهز از دوستان عزیز، در میز هر چیز یعنی تمام ادویه ها موجود است. بازم برمیگردیم با سروب جان باشین که بحثشان ادامه میده. سپاسگزار هستیم جناب آقای فارق. این تأثیرات بد این تکبر در انسان ها در جامعه و برای خودش چی هست؟ بالش باید بگیم قبلانم تذکر دادیم اثرات منفی و اثرات بد تکبر خودخواهی ای است که نظر به تعبیرات شرع و به تعبیرات اسلامی عزیز انسان را قسی القلب می سازه، قلب انسان را سخت می سازه، قلب انسان را بیمار می سازه. الله متعال میگه که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روز جزا، روز حساب کتاب روزی است که انسان را نه مال و نه اولاد نفع می رسانه. فقط یگانه چیزی که انسان را نفع میرسانه او است که انسان به حضور الله متعال به قلب سلیم و قلب درست بازگشت بکنه. دیگر ما که خودیم که امروز میبینیم اوضاع جهان را یا مشکلات بشر امروز مشکلات اختراعات خونه است، مشکلات تولیدات خونه است، فقط مشکل قلب است، مشکل دل است، مشکل تقوا است، تکبر است، خودخواهی است که بشر را خصوصا جامعه ما و شما را، جامعه افغانستان ما و شما را در این مشکلات روبرو کرده. حالا یک نمونه از این مشکلات مثلا چی هست؟ چه مشکلاتی به وجود آورده بین دو فرد مسلمان؟ امی خودخواهی اکثر جنجال ها مشکلاتی که مثلا در بین فرد صورت میگیره، در بین قومی صورت میگیره، در بین اجتماعات صورت میگیره، اینی میگه اس مشکل تکبر است. گفتیم که الله متعال در یک جای گفته که تو زمین را پاره نمیتونی، تکبر نکو. در دیگر جا الله متعال میگه که خداوند انسان فخول و انسان فخر کننده و متکبر دوست نداره. در دیگر جا میگه که جزای فقط جهنم است، چون الله متعال حکیم است. یک قاعده بعد برای همه مسلمان ها خصوصا جوان ها ما یک قاعده بگم که ای را که من نکرده الله حکیم من نکرده. و اینو بعد ما شما بدانیم که کار هر حکیم خالی حکمت نیست. دیگر الله متعال قبلا 14 سال قبل حکمت ازیرا درک کرده بود، حکمت ازیرا دانسته بود، مطابق از حکمتش پس از این معنا کرد از این شریعت اسلام سخت معنا میکنه و جدا باید از این جلوگیری شد. سپاسگزار هستم. در همین جا اگر به یک سوال دیگه هم که ذاکر حسین جان در وقتی که ما در وقفه بودیم تماس گرفته بودن و گفته بودن در موقع دکتر صاحب در موقع افطار وقتی ما دو غذای گرم و سرد را همزمان میخوریم این یک سری مشکلات برای دندان‌های ما به وجود میاره. چه راه حل و چه توصیه شما دارید؟ خب به جواب سوال برادر ما قسمی بگم که خود گرم سرد شدن غذا باعث خرابی خود دندان میشه. به دلیل که غذای سرد نوش جان میکنیم دندان سرد میشه و وقتی که گرم نوش جان میکنیم دندان به یک پوسیدگی یا شکستگی دچار میسازه. اگر امتحان کنیم یک چیز به مثال شیشه یا سنگ در جای گرم بنیم و بعد سرد بنیم خودش میده میشه و همچنان همین شکل دندان هم مقاومت رو نداره که ما آب یخ یخچالی استفاده میکنیم نوشابه و با تعقیبش غذای گرم استفاده میکنیم طبعا دندان به یک نوع پوسیدگی و شکستگی دچار میشه. سپاسگزار هستیم. بیننده های عزیز پس از یک وقفه برمیگردیم. به ادامه برنامه توجه میکنید و برمیگردیم روی همون بحث ما، روی تکبر. از جناب آقای بخشی میپرسیم، جناب آقای بخشی اگر بریم داخل خود جامعه خودمان این تکبر چه آثاری به وجود آورده که ما
مقاله در طول روز میبینیم و با اون سر کار داریم؟ خب من فکر میکنم که هر کس به حد کافی از خود وقتی راضی باشه بدون شک هیچ یک دید اصلاح کننده و یا دید انتقادی به خود نداره و در نهایت باعث از این میشه که هر کس به صورت راضی از رفتار خود با دیگران برخورد میکنه و نتیجه چون این رضایت های فردی از خود باعث از این میشه که همیشه در جدال ها و در جر و بحث ها همیشه ما قناعت ناپذیر باشیم، یعنی قناعت نکنیم. در اینجا یک موضوع بسیار جالبه گفتین، من دقیقا یاد ندارم که چه زمانی، ولی حدود دو سه ماه پیش یکی از دانشمندان اندونزی، یک مسلمان، یک پروفسور، یک تحقیق را انجام داده بود و بر اساس ارزش های اسلامی که در یک جامعه وجود دارد، جالبی است نتیجه ایش که وقت ارزیابی را انجام داده بود که کدام جامعه، کدام کشورها بر اساس معیارها و ارزش های اسلامی یعنی درست ساخته شده، متاسفانه 17 کشوری که در رأس بوده، یعنی از اول تا ابد بوده، کشورهای غیر اسلامی بوده. یعنی شما ببینید کشورهایی که اونا دید انتقادی به خود دارن، یعنی به دیگران حق میدن، اونا کشورهایی بودن که اصلا خودشان مسلمان نیستن ولی ارزش های اسلامی را رعایت میکنن، چیزهایی که ما مسلمان خود می رعایت نمیکنیم. و بیشتر و بیشتر در ماه مبارک رمضان ما شما میبینین بخصوص فشار رمضان و روزه وقتی که هست، جدال و پرخاش و همیشه نزاها بر سر موضوعات خیلی ناچیز، بخصوص در افغانستان متاسفانه من فکر میکنم حس خود بزرگ بینی و قناعت از خود خیلی ملموس است در درون خانواده ببینین و در بازار در بیرون. ما پیشتر دو سه ماه از اندونزی زنگ زد و حال هوای رمضان تعریف کرد که گویا همان طوری که در اسلام گفته شده ماه مهمانی خداوند و ماه رحمت است، اما در افغانستان قیمت ها بالا میره، مردم همیشه ناراضی هستند، حس خستگی عجیب بر جامعه و بر شهر حکم فرما هست. فکر میکنین که همه که در یک خواب بسیار عجیب زمستانی فرو رفتن، یعنی اون نشاطی را که باید رمضان داشته باشه در جامعه ما نداره و باز هم برمیگرده به اون سوالی که من فکر میکنم تا زمانی که ما به ابعاد بزرگتر و به حقارت خود ما پی نبریم و تصویری که پیشتر نشان دادیم، یعنی چون این تصاویر نبینیم و به این درک نرسیم که زمین ما کوچک است، خود ما که هیچ مطرح نیستیم با 70 میلیارد، من فکر میکنم این حس کاذب خود بزرگبینی در وجود ما متاسفانه وجود خواهد داشت و این پیامدهای بسیار ناگوار را داره که حتی در این کشور نمیتونه یک رای حل درست و منطقی را برای آرامش در این کشور به بار بیاره. بله سپاسگزارم. عبدالمبین هم یک نظر میخوایم از ایشان، دیدگاه خودت در این باره چی هست؟ تشکر سراب جان. در جامعه ای که ما زندگی میکنیم اشخاص و افراد وجود دارند که چنین خوی عادات دارند، اما چنین اشخاص در بین خانواده، در بین دوستان، در جامعه، در بین اقارب و نزدیکانشان هیچ قدر و عزت و احترام نمیشن یا احترام به اینا کس قائل نمیشه، چون اینا تکبر هستن، در هر موضوع اینا از خود غرور نشان میدن، یعنی از خود بزرگ نمایی نشان میدن، هیچ وقت نمیخواین که اشخاص دیگه و یا ای که با موفقیت های دوستا و یا اقارب خود هیچ وقت خوشبین نمیشن یا و هیچون این اشخاص در جامعه هیچ قدر عزت و احترام نمیشه. سپاسگزار هستم. جناب آقای فارق، دیدگاه شما چی است؟ چگونه حالا ماه مبارک رمضان را یک بهانه قرار بدیم تا بتونیم این حس را در خود حالا کاهش بدیم یا که در کل از بین ببریم؟ بله بسیار خوب گفتین. دیگر امیر رمضان مبارک جایش است که ما بتونیم اکثر اعمال خود را مطابق شریعت اسلام، مطابق گفته های اسلامی عزیز بسازیم و خصوصا این موضوعی که ما شما زیر بحث قرار دارد که تکبر است. همه علما میگه، علمای صرف البته میگه، خود رمضان مشتق از رمز است. رمز احتراق و سوختاندن را میگوید در هر چیزی که باشد. دیگر این رمضان هم به می خاطر رمز میگه یا مشتق از رمز شده که این محلی است که باید سوختانده شود. اخلاق رذیله، اخلاق ضعیفه، کبر، غرور، بغض، نفاق باید سوختانده شود. دیگر اینی جایش است که ما باید تمرین بکنیم
باید از گفته های اسلام عزیز استفاده بکنیم. مثلا خود با قرآن بداریم، شب خود با قرآن بداریم، روز خود با قرآن بداریم. دیگه یگانه چیزی هست که قلب انسان نرم میسازه و ما را به یه آماده میسازه که ما تمرین بکنیم و خود را یک شخصیت خود را یک شخصیت سالم بسازیم. فقط بس چنگ بزنیم به قرآن زمیشان، ذکر و اذکار و استغفار نیم چیزا را چی بکنیم. یک موضوع مهم شما اجازه بدین که براتون بیان بکنم. ما مطالعه کرده بودم قبلا که پیامبر اسلام میگفته که ما روز 70 بار الی 100 بار استغفار میگم، از الله متعال مغفرت میطلبم. با زمین روز ما مطالعه کردم که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلام میگه که علتش ایست که ما به این خاطر بسیار استغفار میکنم تا که ما بتونم که قلب ما از طغیان و از بغاوت سرکشی نجات بیافه. دیگه استغفار ما به این خاطر است که قلب ما تسکین شه و قلب ما در کنترل ما در آورده شه. دیگه این نسخه‌ای است که اسلام عزیز برای ما شما میپردازیم. به یک سوال طبی دکتر صاحب، این که بوی دهان در ماه مبارک رمضان برای برخی یک مشکل تلقی میشه و این از بین بردن ای بوی و علت به وجود آمدنش چی هست دکتر صاحب؟ تشکر. خود بوی بعد دهان علت های مختلف داره که ما نمیتونیم مشخص به دندان بسازیم، مشخص به معده بسازیم. و یکی که بوی بعد دهان زیادتر در رمضان به وجود میاد، او علتش است که ماه مبارک رمضان طبعاً روزه می داشته باشه شخص، یک بوی طبعاً می داشته باشه. و علت های دیگر هم داره که ما به غیر از رمضان رو گفته میتونیم که اگر شخص دندان خراب هم داشته باشه، ریشه کهنه و فرسوده، دندان کریس یا کرم خوردگی یا پوسیدگی و همچنان دندان اشخاصی که تانسال داره یا به گلوم دردی مبتلا می باشه، اونا هم میتونن بوی بعد دهان داشته باشه. کسایی که مشکل میده می داشته باشه، همچنان میده، اینا هم مشکل بوی بعد دهان می داشته باشن. و بخصوص دمای مبارک رمضان مشکل میده می داشته باشن که میده طبعاً خالی می باشه و چیز نوشیدن نمیشه، خوردن نمیشه، طبعاً بوی می داشته. همچنان یک علت دیگه است که اشخاص، بعض اشخاص دندانای خود برس نمیکنن. قبلون یادآوری کردیم افضل سر هم مراد نمیکنن، امو هم باعث میشه که دانشان بوی پیدا میکنه. سپاسگزار هستیم. یک رفت و آمدی داریم بیننده های عزیز، برمیگردیم. بله، این وقت افطار همون وقتی است که ما دست ها رو به سوی خداوند بلند میکنیم و دعا میکنیم هر آن چی را که در زندگی میخواییم. بیشتر همان جنبه های معنوی هست که ما از خداوند میخواییم. و قاری صاحب عبدالمالک از ایشان خواهشمند هستیم چند دقیقه برای ما قرائت بفرمایند تا ما هم به پیشواز افطار بریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات وما بينهما الرحمن
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن صدق الله العظيم. سپاسگزار هستیم قاری صاحب عبدالملک. روزه و نماز و همچنان طاعت عبادت و همچنان همان چیزی را که در دل صاف پاکتان گرفتین قبول درگاه حق باشه. بینده های عزیز فراموش نکنم که محمد حسن جان و مریم جان نیز برنده های جایزه سوال روز امروز برنامه رسم عاشقی بودن. به ایشان هم تبریک میگم و همچنان سپاسگزار هستم از جناب دکتر صاحب، از شما مولوی صاحب و جناب آقای بخشی و عبدالمجید جان که در برنامه تشریف داشتن و در بحث امروزی ما پیرامون همان تکبر با ما همراهی کردن و سخنانی داشتن. تا برنامه فردای رسم عاشقی، همه ما در پناه حق.